اگر در فضای آنلاین فعال هستید ممکن است قربانی سوء استفاده شوید. پس اگر کسی شما را هدف قرار داد چه باید کرد؟ به سوء استفاده پاسخ ندهید. شواهد سوء استفاده از قبیل اسکرین شات یا عکس با گوشی خود نگه دارید. ایده خوبی است که همه شواهد را در مکان امن نگه دارید یا آنها را برای نگهداری ایمن برای یک دوست ارسال کنید. سوء استفاده را گزارش کنید و فرد سوء استفاده کننده را مسدود کنید. ارسال گزارش از سوء استفاده به وبسایت یا پلتفرمی که در آن انتشار شده است گامی خوبی است. اگر می توانید فرد را مسدود کنید و از مطالب او چشم پوشی کنید. این کار را فقط در صورت انجام دهید که ایمن باشد و باعث عصبانیت بیشتر فرد سوء استفاده کننده نشود. به دوست قابل اعتماد خود بازگو کنید. ممکن است احساس عجیبی نسبت به این کار داشته باشید، اما چیز خوبی است که نگرانی های خود را با فردی که به شما اهمیت میدهد به اشتراک بگذارید. جستجوی کمک حق شماست و ممکن است منجر به متوقف شدن سوء استفاده شود. اگر حساب شما هک شده است بلافاصله رمز عبور خود را تغییر دهید. اگر هنوز نگران هستید حساب جدید بسازید. اگر نمی توانید به حساب خود دسترسی پیدا کنید باید این موضوع را به بخش خدمات یا پلتفرم گزارش دهید. اگر کسی یک حساب جعلی در رسانه‌های اجتماعی به نام شما تنظیم کرده است می توانید به صورت مستقیم حساب جعلی را با ارائه دهنده یا پلتفرم میزبان گزارش دهید، اما به خاطر داشته باشید که ممکن است مدت زمان ببرد تا حساب جعلی حذف شود. اگر حساب تهدید کننده و سوء استفاده گر باشد ثبوت‌های از سوء استفاده را نگهداری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شناسایی و مقابله با سوء استفاده آنلاین درس مربوطه در کورس در اینترنت ایمن باشید اکادمی درخت دانش را بررسی کنید.